محمد و آل محمد، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب ما جلسات قبل راجع به این صحبت کردیم که راه علاج غضب چیست. یه یارو توی محل ما بود دوستان، اسمش عبدل بود، این یاد چیز رو به اون افتادم، یه مقدمی رو دیشب بداشتم این مطمئنم لایو بذارم که مثلا به این منظور که نه لایو باشه، مثلا لایو نره، استریم نباشه، میشه شغل لایو رو گرفت و بعد به صورت ویدیو رو همون لایو رو گذاشت روی یوتیوب، مثلا اونجوری باشه رفت رو لایو و بعد قطعش کردم اون که اصلا صدا نداشت، بعد دوباره گرفتم صداش خیلی افتضاح شد، نمیدونم چرا اینجوری شد، ولی ممکن مال این نمیشه از نرم افزار استفاده کرد، فقط تو گوشی نمیشه از نرم افزار استفاده کرد، مثلا الان که دارم استفاده میکنم و اینا صدا خیلی صدای خود گوشی خیلی خامه، برجت پوزش میتونم. استاد بعد جهت دیگه این بود، علت دیگه این بود که این تونی اومده یه بار روی این فکر کنم حسن میکنم یه چیزی برداشت دورم سی ان سی اومد بهم استرایک داد. خب مثلا این مثلا فقط لایو بذارم و اون ویدیوش زیاد به چشم نیاد، ولی برجت استاد رائفی پور، استاد رائفی پور درباره مغز صحبت کرده دوستان، مغز بسیجی ها ببینیم، من چند بار گفتم بسیجی ها از مغز هست، ولی درباره مغز داره صحبت میکنه و چگونگی کنترل خشم از کردیم و این جلسه به صورت ویژه میخوام بهش بپردازیم، حالا این جلسه و شاید جلسه بعدی بشه. خب این عرض کردم این مطالب به درد کافران میخوره، ولی هر کی بخواد زندگی بکنه به دردش میخوره. یعنی ای دانشمند پیر فرزانه مطالب به درد کافران میگه میخوره، یعنی کافران میشنن ببینن گوش کنن. استاد یه شکم داره اندازه توبره اسدکور باد کرده و به این من تسلیت عرض میکنم، این چیز درگذشت پیروز نادری عزیز و چه آدم نازنینی هم بود، چه آدم خوش قلبی هم بود، چقدر بغض میکرد اسم ایران رو میآورد. حالا این اونا باید برند یا باید یکی مثل جنتی و یکی مثل خامنه یک کونی بی ناموس بمونه عمر کلاغ. و ما بکنم تو ایران این فرزانه رو دادیم، ایشون آقای رائفی پور مالتی ساینس، یعنی همه چی دربارش، یعنی ببینید اگه پکیج کامل روانشناسی اطلاعات درباره ماشینالات اجسام دیگه براتون بگم، اقتصاد دین از هولوکویی هست تا از دسایی یا تا مثلا حسن منصور، همه چی هست توی شکمش. این ببین چی پس انداخت یاسر، ببین چی کار کرده یاسر، گوش کنید. سخروی نیست اساساً بحث های بنده اینجوری همیشه. این تصویرش رو مجبورم توی ثابت بذارم، ولی من دیگه تصویرش هم یا هم گوه دیگه همینی که هست. ملاحظه رو دارم که به قولی میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه، باید مسائل دینی هم در دنیا ما بخوره هم در آخرت ما بخوره، دنیا برای آخرت. خب عرض کردیم که ما وقتی به دنیا میایم مثل خیلی از مخلوقات دیگه خدا یک اطلاعاتی در مغز ما ثبت شده وجود دارد، حافظه ژنتیکی ماست، کشه و با این امکان حیات فراهم میشه که اطلاعات جدید به دست بیاریم. خب اون مغز فعال هنگام تولد مغزی است که بشر رو تا الان تونسته حفظ کنه، پیش ببره و مسئله اصلی براش نه فقط انسان ها در بقیه موجودات هم بقا بوده، اینکه بتونه این زنده بمونه، راز بقا، ترس براش مهمه، غذا براش مهمه، تولید مثل براش مهمه، ترس براش مهمه، یعنی به هیچ وجه من الوجوه این کوتاه نمیاد و به این سادگی ها نمیشه حسش کرد چراش گذاشت. عرض کردیم که باید از این بهره برد، هر چقدر ما پیش میریم آرام آرام مغز منطقی ما فعالتر میشه، رد عصبی میسازه، سیناپس میزنه اصطلاحاً. چرا با کلاس سینامس میزنه، اون تابلت گوشتی جلوش داره آروم میخونه. خب این نمیتونی بگی گیگیری خوش برم بخونه اون رو کجا بودی معقز منبع کجاست اصلا رایفی پور. آها اما از این یه چیزش هوشمندانه است، میدونه که گیگیری ها یعنی بسیجی که پای حرفی میشنه ان مغزن،
ببین باید تعریف کنی چیزی ساده رو تعریف کنی واسش. واقعا جدی دارم میگم انمق زن اینا. یکی شما اسم نوشته به شما مثلا زیر اون چیز ویدیو خامنه‌ای نوشته به شما، شما چی میگی پدر جان؟ مردم مردم شما 100,000 نفر بیشتر نمیشی. باشه کونی، فقط ما توی استادیوم جمع میشیم 100,000 نفر، میگیم علی کریمی علی کریمی، کونی میگی 100,000 نفر؟ اینقدر بیشورن در این حد، در این حد نفهمن. این برای دبیر مغز داره صحبت میشه، سر جد داره. عالیت بیشترش باعث میشه که ما انسانتر باشیم و باید به مرحله برسیم که بتونیم در واقع این مغز خزنده رو اصطلاحاً کنترلش کنیم. مغز خزنده برای چی گفتن اینا؟ پس بچه تسبیش نکاتی رو گفتم، یعنی اولین بار تو خزندگان شناخته شد. مغز خزنده یا رپتیلیان برین. ایوال رپتیلیان برین برین این برین ان مغزی در گیری بیداد میکنم. اون قسمتی از مغز ماست که وظیفه اصلیش صرف جوی تو انرژی برای بقا، و برای همینم هر چیزی که انرژی بی خود بخواد صرف بکنه این باش مقابله میکنه. شاید براتون جالب باشه چی میشه، ما سر کلاس ریاضی خوابمون میبره، همینه. یعنی تشخیص میده میگه این کار بی خودیه. یعنی چی؟ سر کلاس ریاضی خوابمون میبره، تشخیص میده مغز. دقت کردین دوستان؟ دقت کردین استاد رایفی پور این چه حرفی بود؟ شما سر کلاس ریاضی تو خوابت میبرد لاشه کن، بعد سی ان سی هم تولید کردی دادی بیرون، اصلا نمیخونیم دوتا با هم. میگم اعصاب خردداری میکنی یا میگم بشه کنی چی گفت؟ یه بار دیگه برگردیم، یه خور دیگه برگردیم. رپتیلیان برین اون قسمتی از مغز ماست که وظیفه اصلیش صرف جوی تو انرژی برای بقا. برای همینم هر چیزی که انرژی بی خود بخواد صرف بکنه این باش مقابله میکنه. شاید براتون جالب باشه چی میشه، ما سر کلاس ریاضی خوابمون میبره، همینه. داداش یعنی تشخیص میده میگه این کار بی خودیه. بی خودی داره قند میسوزونه، خب داره اکسیژن میسوزونه، داره انرژی میگیره، اصطلاحا ما میگیم فسفر میسوزونه، حالا خیلی چیز داره. ربطی به اون شکل نداره، همه قند بگیم بهتره. انرژی داره مصرف میکنه، باش مقابله میکنه. تو سر کلاس ریاضی خوابت میبرد؟ من اصلا به یاد ندارم، منم ریاضی زیاد حال نمیکردم، بلکه نمیفهمیدم. این هم معلومه که ریاضی برش میاد. من سر کلاس ریاضی نمیخوابیدم. چجوری میخوابیدی سر کلاس ریاضی؟ اینجوری استاد شدی؟ استاد رایفی پور درخت و کونت تو رو خواب میده. این قشنگ میفهم تو خواب میده. اون مغز گیریاست فکر کنم، نوعی ان مغزیه داری توضیح میدی استاد. و دقت هم کنیم معلم ریاضی ها رو بد اخلاقا میذاشتن، یعنی یه جوری بود که اصلا نه که بد اخلاق بذارن، یعنی یه جوری بود معلم ریاضی فقط با این روش میتونست، یعنی باز هم باید یه ترسی به وجود میومد تا تو بتونی میزد تو سرت بیدارت میکرد بلاشو الکبر بلاشو الکبر بلاشو نخواب در واقع درس بخونی میخوابیدی. این مغز مسئول تو چی جوری مسئول بقا، مسئول تنفس، مسئول گردش خونه، ضربات قلب، ضربان قلب ببخشید، بقیه اعمال حیاتی ضربات پنالتی. و تلاشش اینه که با صرف کمترین میزان انرژی وظیفه خودش انجام بده و انرژی رو ذخیره میکنه. هدفش هم مدیریت بلند مدت بدنه و این خیلی براش مهمه. این یه جا غذا ببینه دستور میده میگه برو بخور. اون مغزه شطوره ها، مغزه کرگدانه. فکرم داره همون توضیح میده. یعنی من خود باید برسه به این مطلب که مثلا این مغز حیوانیه، ما باید انسانی داره درسته هدوست از دادم نهیدم خدا وکی تو نهید، فقط تو گرفتمش، همین تو یه تایم گرفتم داشتم کار میکردم، این ترکمان دستور میده بخورش. استاد رایفی پور کاری نداره، تو قنداری نداری چه اتفاقاتی برات میفته. حالا عرض خواهم کرد که آیا میشه مغز خزنده رو میگه، مغز خزنده اون کنم بخشه ان مغزی کنم مغز کنم نیم کرست اصلا رای ریف بود که با این مغز وارد گفتگو شد که اصلا یکی از روش های کنترل خشم هم نه اصلا حالیش نیستش که این که من گاو میمونه، این مغز با بخش دیگه از مغز با مغز منطقی با این وارد گفتگو بشیم. مغز منطقی گفتگو بشیم، قانعش کنیم. خب باید قانع بشه، هر چند زمان بره تمرین میخواد. اگه تونستیم با یه دونه بسیجی صحبت کنی قانعش کنین با اونم میشه. وقتی دقت کردید که وقتی گرسنه یا تشنه میشید عصبی میشید؟ دقت میخواد. کسی که رژیم غذایی میگیرن عصبی میشن، گرسنه میشن عصبی میشن، بعضی روزه میگیرن عصبی. روزه که رسید بعضی رو
روزه که از همه بدتره که بی میشن به خاطر اینکه این عصبانیت منطقی نیست. حالا برای چی باید من عصبانی بشم؟ حالا مثلا گرسنم. عصبانیت منطقی نیست که اصلا. اینجا مغز خزنده داره برای بقا تلاش میکنه. داره میخزه و خسته کننده است اتفاق براش. مثلا طرف روزه گرفته، حالا میفهم چه حکم مترقیه این برای افزایش هوش. روزه حکم مترقیه برای افزایش هوش راه پیبور این روزه گرفتن. این با خودش میگین چرا این قضا تهش میخوای این دین لاشکونتون رو ثابت کنی ترکمون؟ همه دست نیر نمیخوره. مغزه میگه در حالی که مغزه میگه گفت چی؟ خیلی باحال بود. مغزه چی میگه؟ این روزه گرفتن. این با خودش میگین چرا این قضا دمه دست نیر نمیخوره؟ آره اینجا مغزه درست داره فکر میکنه. مغزه خزنده این بیشعور چرا هفت صبح تا هفت شب تابستون مثلا 14-15 ساعت دک پوز جون داره میکنه نمیخوره؟ ها این لاشکون مسلمونه. این اسلام چه انیه که داره تمام کله رو میگیره؟ اون مغزه میگه در نهایت هم میره تو اون انمغزی کامل. شما صبحانه رو حذف بکنید، اینا بحثای میان رشته ای. من همینجا خودم هم نمیگم، یعنی هر کدوم اینا من سالها حداقل 2-3 سال 3 تا استاد نورولوژیست داشتم که من کمک میکردن. یه بار دیگه یه جوری گفت خیلی با نمک بود. نمیخوره برای هر کدوم. الان باید 70-80 سالت بشه لام هستم تو برای هر کدوم. در حالی که نیازم داره. خب 2-3 سال رفته تر. اگر شما صبحانه رو حذف کنید، استاد نورولوژی بحثای میان رشته ای. من همینجا خودم هم نمیگم، یعنی هر کدوم اینا رشته اصلی چیه؟ سالها حداقل 2-3 سال دو سه سال سه تا استاد نورولوژیست داشتم که من سه تا استاد. حالا باشون چی سلام علیک داره، استاد هم نیستن، میگن ما استادیم. کمک میکردن و الان هم چند نفر روانشناس اینا رو من چک میکنم. الان چند نفر روانشناس هم رایت رو هم یکیش روی تو هلاکویه، یکیش رو آزید سایگانه حتما. مثلا یه نکته جالبی در مورد حسب صبحانه وجود داره. این پالس میفرسته برای این مغز. حالا در شکم رو نگاه کنیم، فقط این دیگه رو صحبت بکنه. شکم رو نگاه کنیم. حسب صبحانه میگه که این غذای صبحگاهی ندارد. مغزه میگه احساس خطر میکنه و باعث میشه بدن شما بعد از اون هر چی بخوره رو ذخیره کنه. ایوال. یعنی کسایی که وعده صبحانه رو حذف میکنن خودشونو بیچاره میکنن. الان تو وعده صبحانه رو میخوری؟ چه شکم اینجوریه؟ صبحانه رو میخوری کامل، یعنی بوفالو. بعد نهار که میشه نهار میخوری اینه کرگدن. شام که میشه شام میخوری اینه دایناسور. ده یاسر، بابا یاسر باشه کن. اون صبحونه اگه این چیزی که توضیح دادی، اون شکم چیه؟ پرگننتی؟ آبستن کردی؟ صبحونه رو باید خوب خورد. وقتی شما صبحونه رو خوب نه، وقتی صبحونه اول صبح این از خواب بیدار اشبال از راه پیپور رگ نداری، یه ذره اینا رگ هم ندار، مثل گاف میمونم. این خلشون نیست، این همه این برانبر بهشون تیکه میندازن و این همه کونه بارونه که دارم میدنم بار میشید. این قضاش به این نتیجه برسه همیشه آماده است. یه بوده. خب ولع پیدا نمیکنه به ذخیره غذا. بقا میتونه در مسئله تولید مثل باشه که باز هم به این مغز مرتبط. هر چیزی که بشه تو آینده من و شما رو حفظ بکنه به این مغز مرتبط میشه. جالبه، حتی ممکنه کورتیکودیل برین شما یا مغز کورتیکودیل برین یا رپتالین استراحت مغز خزنده که الله عرض کردم رپتالین برین به این نتیجه برسی که کسب و کار شما تو آینده عامل بقای شماست. ببین ما رسما داریم در مورد حیوان صحبت میکنیم. حالا شما فرض بفرمایید. میرسم از اول میرسم رسما دارید در برای حالا میخوای حیوان رو تبدیلش کنه به انسان. آخه مرد است موندم آخه گیری یا این آخه این تخصص شما چیه؟ آخه استاد رای پیپور درخت کنه تون همینجا بس خودت میگی ممکنه یه در گمراه کنی یا اونو انمق زنان مینن بوش میکنن و میبینید یه خطری اتفاق میفته توی این دورین مخفی ها زیاد. این خارجی ها جالبه، بعضی این دورین مخفی ها درست میکنن، من خیلی خوشم میاد. جالبه دورین مخفی میبینی مثلا طرف تو شرایط ویژه خطر قرار گرفته، میبینه همسرش رها کرده فرار کرد. ببین باز چرت و پرت گفت اون دوری مخفی بیا نتونه زبونش رو نمیدونستی اسپانیایی بنگلادشی چیزی بود نمیدونستی عزیز من.
تو میگه تو شرایط خطر همسرش رو رها کرده، اون دیگه کونی بوده دیگه، نداریم یه همچین آدم های کجای دنیا. زنش رو بلکرده رفته، زنش نبوده دیگه حتما، یکی تو پیاده رو داشته را میرفته باش. چی کار باید کرد؟ این دستورات دینی به شکل عجیب غریب و مترقی تأکید میکنم ما رو رهایی میده و بخشای دیگه رو فعال میکنه. خب احمق بیشور ببخشید استاد رفی پور، با مغز خزنده چجوری ما دستورات رهایی بخش رو میگیریم؟ هان؟ یه منطقی باید باشه دیگه. خب با مغز خزنده ما چجوری گرفتیم؟ میگی مغز ما خزنده بوده که واقعا شاید برای ما غرب تهران زندگی کردن، برای ما که اهل شرق تهرانیم شاید بهتر باشه. بالاخره یه مزایایی داره غرب تهران. آره غربی میشی. هیچ وقت به اونا اصلا فکر نمی کنیم. چرا؟ چون به شرایط اینرسی سکون داره. نه دیگه تو این حرف قشنگی زده. ببین شما گیگیریا کلا تو شاگردات وسط رایفی پور از اون انمغزیه نمیخوایم بیایم بیرون. که ببین آقا ما چی داریم میگیم بهتون؟ به نفع خودتون هم هست کنیا. خب نمیخوایم مغز خزنده تون علاوه بر مغز خزنده انمغزی هم که من تئوریسینش هستم، باور کن من میتونم کتاب بنویسم درباره انمغزی بسیجی ها. این یه مغزی بخش بیجه مغز هست که انمغزی رو ایجاد میکنه. این انمغزی شما نمیذاره اصلا گوش بدید به حرف دیگران. عجیب و غریبه این انمغزی از اون مغز خزنده خیلی خفن‌تره. خود شرایطو تغییر بده. میگه تغییر شرایط یعنی از هدر دادن انرژی. خیلی از پروسه هایی که شما تصویف میکنید با آینده موکول میکنید، فردا فردا میکنید، سوف سوف میکنید. سوف یعنی آینده. سوف سوف نمیکنه کسی که ببین باز افتاد باز یه جایی خودت یاد میندازی. یا تو سوف سوف میکنی تو ایران مگه نیستی؟ مگه شرق تهران زندگی نمیکنی؟ لاش کن بزرگ فلسطین افتادی. ببین ژنتیکی میره تصویف اصطلاح میکنه به خاطر این مغزه، این بخشی که فعال میشه تصویف. جالبه ما چقدر نشدیم تصویف. این سوفه سوفه نکن. از شنبه انشالله درس میکنم. من تا حالا نشده بودم کسی سوفه سوفه بکنه مگر اینکه پسر یاسر عرفات باشه. من به فلان کار میکنم. یا دقت کردی مثلا شما دارید درس میخونید، خوب دقت کنید، جالبه، دارید درس میخونید، یهویی ناخودآگاه میبینی بلند شد اومدی یه دوری زدی برگشت، به زور باز یکی دیگه میبره میشونتون اونجا. یعنی اصلا تو حالا این اصلا این سرش تو کتاب نمیرفته، به زور مثلا دهو میگرفته قبول میشده اینجوری. ببین چی میگه، این چه بلندتون میکنه؟ اینه دوست نداره درس بخونه. میگه این چی نداشتی پس چجوری استاد شدی؟ ندارم میخونم. مخصوصا اگر این درس چی باشه؟ درسی مثل ریاضی باشه، فیزیک باشه. ببین ریاضی مشکل داره. بعد تو سی ان سی رو چجوری ساختی؟ مصاف. تو چاقی و لاغری این بخش مهمه. اینا مطالعات بسیار جدیده. ما برخی از روانشناسا که صحبت می‌کنم مثلا داخل کشور خودم حالا بزرگواران اساتیدی ما خدمتشون هستیم. تو خدمتشون نه اونا خدمت شما هستن دوست عزیز. تعجب می‌کنه نشنیده بودن. چطور میشه چیزی تغییر نکنه؟ آدمی که مغز منطقیشون فعالن خیلی به تغییر فکر می‌کنه. خب ببین مثلا ما دیگه ما میخواییم حکومت رو تغییر بدیم، شما انمغزا واسه دین میگین امام زمان بیاد. شعور این دیگه برای اینکه همه چی رو منطقی دارم بررسی میکنم. این نه ببین ما همین ببین شما این نشون میده که ما منطقی هستیم، شما انمغز رپتالیانین. اصلا بناش برای اینه که همه چی رو همون باثبات بشه. جالبه نگاه کنید هنوز که هنوزه ببین دقت بکنیم، عرض کردم ما دو تا انحراف داریم. یکی انحراف مغزی، تایی که فقط من را میبینن، جسم را میبینن، یه دیگه فقط روح میبینن. اینا جفتشون روح کجاست آخه رایفی پور؟ گیگریا روح کجاست؟ ضربه زدن به تربیت انسان تو امان اینها با هم است. الان شما فقط دارین روح میبینی که کنیا، یعنی نفس ما اون دریافتی که از این من خودمون داریم از تن ما شروع میشه و تا به من ماست، تا به روح ما میرسد، بعد به مغز آنه ماست. همینا با همه. جسمی که درست کار نکنه، هورموناش اختلال هورمونی داشته باشه، شما چجوری میخواین تربیتش کنی؟ مثالی زدم جلسه قبل از عزیزی که آوردم پیش شما، گفتم آ اون جن زده فلان، گفتم نه این با توجه به مطالعاتی داشتیم که آوردم پیش تو گفتن جن زده که میریم، گفتم خب اینو
از اونجا مطالعات داره، با توجه به مطالعات چند تا مطالعه داری تو آقه تو ببین وقت این همه مطالعه وقت سخنرانی که هم میاری بیشتر ما داریم میبینیم سخنرانی نمی کنه سر رفیف و درخت کنه بهش بگید اینا رو براشون بریم سه پزشک بیا بریم سراغ پزشک یا پزشکی بپرس. رفت بودن بنده خدا یا میگفت اصلا ترشح نمیشه یا بسیار کم حضور ذهن ندارم اصلا آدم بدون دوپامین نمیتونه زندگی کنه. ای ول تو تشخیص دادی زودتر دوپامینش کم تو ای هورمون پاداشه مثلا شما هر کاری انجام میدی به نتیجه میرسی پاداش میگیری ایوه. انگار که یه کارگری رو بیاریم بدونه که مزد بگیره کار کنه همینقدر عجیب غریبه میل بابا اون پاداش با اون پاداش مثلا پسرش یک کلمه حرف نمیزد تو خونه اینا فهم میکردن قهر فهم میکردن رفتن دعا گرفتن دهنشو بستن پسره یک کلمه حرف نمیزد و دوپامین نداشت پس مغز بوده اون دیگه حالا سراغ 100 تا خلوچلم رفته بودن اونا هم بیا اون هم دعا رو آخر اومدم پیش استاد راهپیپور استاد راهپیپور گفتش که دوپامین کم زدین می متکاش اینو بذاره بالا کلت اینا موجب ترشح دوپامین تو خونه اون یارو میشه متکا بلیسیده است آقا تعیین جنسیت با مرده الان فهمیدین شما با مرده سالهای سال زنایی بودن کتک خوردن طلاقشون دادن بالا سرشون زن ببین همین پیغمبرتون لاشه کنه استاد راهپیپور بخشید استاد راهپیپور پیغمبرتون نمیدونست میگفت من شهر علمم نمیدونست اینا برای همین تپ و تپ زن میگرفت که بچه پسردار بشه اصلا داستانش نبود که خانم باز بود اینقدر زن گرفتید هر چی پس میدازه چیز دیگه نمیدونست اینا به جونتون نمیدونست این مدینه علمتون لاشه کن گرفتن که چی میگفتن این دخترزاه حالا ایراد قورباغه‌ای آقا بوده قورباغه‌ای آقا؟ گیرت از بچه قورباغه آقا بوده بعد آوردن که گردن بزنه پیغمبرتون هم اینجوری بود دقیقا بچه قورباغه هاش ایراد داشت اینه نمیدونست منطق دینی ما این نیست ما اصلا دینتون منطق داره شما دینتون منطق داره در مذهبی داریم زیست میکنیم که دو سال کل حرما و مسجدا رو به خاطر یه ویروس تعطیل میکنه آفرین ایول خیلی پیشرفت است چجوری تو که دندون رو جیگر گذاشتین دو سال حرما رو و شما چیز بلیسیدین که ظریح بلیسیدین که درسته این که قائل بر این علم پزشکیست درست اون مذهبتون اونا پس کیا بودن ظریح حسن و حسین و چیز معصومه رو میلیسیدن گفتن هیچ خبری نیست کنیم. حالا شاید شما بگید اینجا مثلا خطای صورت گرفته کرونا اینقدر مهم نبوده قبول آها از اون بر نمیبینین قشه کنین یه کرونا اینقدر مهم نبوده حالا ما دیگه این یه حد وسط در حد اقل در نظر گرفتیم ببین چی اینو کولاک میبینیم یه دین مترقی اسلام کرونا داشتی میکشتتشون برافتن زری لیسی ترک اما این که قائل بر فهم و شعور بر اینه این درست اینقدر فهم و شعورتون رسید یعنی اونم بعد اون همه جریان که درست که یادتون میاد دو سال پیش چیکار کردن اینا چه کونای وارونه ای دادن واسه اینکه مسجداشون نبندن این خیلی ارزشمنده این اصلا باید این آدم سردست بگیره خودش آده شما فقط یادید یه بین شما ان مغزایی همچی کاری قبول کنن خیلی ریگی به فشار بکنه تون اومده بود عزیزان من خیلی از این شوخی هایی که شما میکنید نبینم شوخی میکنید معمولا آقا پسرها میگن دقت کنید دختر خانم این آره میگن شوخی جنسی تن زن تو شبکه اجتماعی پره حالا بزرگتراتون گوش میکنه حرفای منو متوجه نمیشن چی میگم شما یعنی چی؟ پسرها یکی از سوژه هاشون ژانرهایی که مطرح میکنن که چی بابای داره پسرها رو ضایع میکنه تنزه ژانر اینه که فکر کنم من رفتن پرورشگاه هرشتانو بودن فکر کنم بابا تو جمع برگشت بابام اینجوری گفت اینجوری گفت الله اکبر من رفتم یه بار برگردم چی گفت اینجا خیلی استاد رایفی بور این چی این چی چی گفت شما میدونی من چی میگم پسرها یکی از سوژه هاشون ژانرهایی که مطرح میکنن که چی بابای داره پسرها رو ضایع میکنه سوژه هی ژانر اینه که فکر کنم من رفتن پرورشگاه هرشتانو بودن فکر کنم بابا تو جمع برگشت بابام اینجوری گفت این چیه این همونه که فروید میگه اون حس رقابتی که بین مرد حسابی این چه حرفی میزنی این میگه یکی از سوژه های اینه که من بابای به بچه بگه توی این نمایش ها میگه ندیدیم ما بریم من تو رو از پرورشگاه آورد استر رایفی پور اون یارو ما داریم این همه سال میگیم یارو بابات نیست دیگه مرد حسابی این رو بهت میگفته شوخی بهت میکرده جدی داشته میگفته لاشمون چرا اصلیت رو نگفته خوبه عجب آدم بیشوری این محمود سرنگ محمود رایفی پور اینجوری با تو شوقی میکرده دقیقا استاد رایفی پور دقیقا که این چی گفت آخرش
استاد رائفی پور اینو گفت. ببین من به خودم من نمیخواستم رام سراغ این موضوع، خودش گفت. ببین مغز رپتالیان استاد رائفی پور ببین چیه. یه بار حسرت دیگه نمیم، یه بار برگرم ببین چی گفت استاد رائفی پور. درخت کنه این بابات آدم، این ایشور ننات این مرتکر بزن لط و پارش کن. چی بیشوری بوده؟ تیکه همت میداخته؟ شوخی باید میکرده؟ یعنی از فرورشگاه تو را بردیم بعد نگفته به تو پسر یاسر عرفاتی؟ و یه بار مثلا عصبانیت گفته دیگه، برو گمشه مثلا بچه یاسر عرفات دیگه، حرف مفت نزن. این چی گفت؟ استاد رائفی پور، استاد رائفی پور نبانی مثلا میزدی. حالا ایراد فروید چیه؟ همه رو اینجوری میدیده. تو فروید هم خوندی؟ خیلی زیبا بود، دقت کنید دوستان. استاد رائفی پور دقت کنید این چی گفت درباره مغز صحبت کرد. آخرش این چی گفت؟ نشون داد که ان مغزه. ایزی میوزیک. استاد رائفی پور پر از فهم و جمال و شعور. استاد 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 اینا چقدر با کمالاتن، اینا چقدر با معلوماتن، اینا همه دانشمندن، همه دارای تحصیلاتن. Purchase your tracks today. اینا چقدر با کمالاتن، اینا چقدر با معلوماتن، اینا همه دانشمندن، همه دارای تحصیلاتن، اینا همه شاگردای علی اکبر عرفاتن. اینا مادر زادی همه پرن، به ریختاشون نگاه نکن برن، برا همینه که مملکتو مردم به اینا میسپرن. اینا همه ابن سینا هن، اینا همه فارابی هستن، بعضی ها مثل گلابی هن، بعضی ها دارابی هستن، همه چیزو اینا میدونن، همه چیزو بلد هستن. یه عده که غرز برزن میگن که اینا ان مغزن، اونا دشمن ایرانن، میخوان لخ بشن هر زن.